دوستان سلام، مدت زیادی بود که من در خصوص نصب توزیع جنتو و همچنین فرقی که با سایر توزیع ها داره میخواستم ویدیوی ضبط کنم که خوشبختانه در طول این تعطیلات که الان ما در هفته آخر تعطیلات عید هستیم، من فرصت مناسب برای این کار دارم و الان این ویدیو رو دارم برای شما ضبط میکنم. خب خیلی از دوستان اولین باری که با لینوکس و گنو آشنا شدند با اوبونتو بوده، البته خود من توزیع دیگری بوده است و خب به مرور بر حسب علاقه یا کنجکاوی با سایر توزیع ها هم آشنا شدند، فدورا، دبیان و آرچ، و احیانا در چتروم ها یا در اینترنت با این کاریکاتور یا این کارتون مواجه شدند که این نشانگر این است که بر حسب اینکه شما با کدام توزیع سر کار داشتین چقدر وقت گذاشتین و حالا ریشتون یا گیستون چقدر بلند شده. خب و حالا من یه سایتی هم الان اینجا به شما نشون میدم به اسم سودو ساتریکال که در واقع در یعنی سودو تنز، و خب اینجا به تنز مثلا نوشته که اتم واقعیت نداره، برای شوخیست که مردی در هنگام نصب گنتو علاقهش رو به زندگی از دست داد و زندگی یعنی هیچ بی علاقه شد. خب و یه جوان 32 ساله در سیدنی انقدر وقت گذاشته بوده که اینا از واقعیت نداره، اینا برای شوخیه که دیگه بستری شد و دچار افسردگی شده. یا مثلا اینجا اومده گفته که اگر نیچه زنده بود به احتمال زیاد کاربر گنتو می بود. و خب حالا چه چیزی هست که این گنتو رو انقدر توزیع سختی میکنه و انقدر ترسناک؟ البته یه ورژن دیگه از این کارتون هم هست که اینجا نوشته LFS یا Linux Prom Scratch که دیگه این ریشه اومده خیلی طولانی شده که حالا بعداً به اون هم خواهیم پرداخت که چرا. و خب اگر ما در ویکی‌پدیا به مقاله که در خصوص توزیع گنتو هستش بپردازیم، اولا ذکر کرده که این توزیع یک توزیع رولینگ یا غلطان هستش و این به این معناست که این ورژن های مختلف نداره، یک ورژن و همه پکیج ها که میاد هستش و شما از اونها استفاده میکنید، یعنی چیزی شبیه به آرچ. خب بعد مورد دیگری که هستش اینجاست که خب شما اگر نگاه کنید همه توزیع ها مثلا چند معماری از نظر سی پی یو رو پشتیبانی میکنن، ولی اگه دقت بکنید میبینید که تعداد زیادی از معماری ها توسط جنتو پشتیبانی میشه و به چه علت هستش؟ به این خاطره که جنتو یک توزیع سورس بیست هست، یعنی اینکه تمام پکیج ها رو میشه بر حسب معماری مقصد کامپایل کرد بر روی اون معماری سخت افزاری که هست و خب و همچنین میشه آپتیمایزد هم کرد، یعنی مثلا به فرض حتی در مورد مثلا یک معماری مثل x86-64 این توزیع های دیگر هم احتمالاً یک چیز کلی میگیرن، آمار کلی میگیرن از سی پی یو های x86-64 که هستش و ممکنه بعضی از فیچرهایی که در آخرین سی پی یو های x86-64 بیت هستش پشتیبانی نکنند، به این علت که میخواهند که طیف وسیع تری از کاربران رو پوشش بدن. و خب جنتو برای اینکه ما بخوایم نصبش بکنیم، اگر من الان اینجا برم میاد و میگه که ما مداری هندبوک داریم و برای هر کدوم از این معماری ها اگر من بخوام بروم ببینم مثلا در این سایتش، ویکی جنتو خیلی ویکی کاملی هستش و خب البته ویکی آرچ هم ویکی خیلی خوبیه و من در یک پادکست شنیدم که مدیر پروژه فدورا میگفتش که ما به ویکی آرچ حسادت میکنیم و ویکی جنتو هم یک ویکی بسیار کاملیه که اومده مطالب خیلی زیادی رو پوشش داده و قابل استناد است برای خیلی موارد مختلف. خب و داشتم میگفتم و اومده برای معماری مختلف مثلا حالا به فرض x86-64 یا ورژن x86 قدیمی معماری های مختلف دیگری که هستش اومده اینا رو پوشش داده، آرم و همه چیزایی که هست. شما میتونید اینا رو برید و بخونید و اینا رو ببینید که به چه شکل هستش که ما الان راهنمایی که میخواهیم جلو برویم برای معماری AMD 64 هستش و علتی که منم الان دارم این معماری رو میرم جلو اینجاست که ببینید من همونجوری که گفتم همه پکیج ها قرار کامپایل بشه و من
به یک ویرچوال ماشین دسترسی دارم که روی یه دونه هایپرویزور VMware ESXi هست که ما الان که در تعطیلات هستیم آزاد هستش. من مقدار زیادی کور سی پی یو و رم به این تخصیص دادم. این الان ما این رو بوت کردیم با دبیان لایو، یک دبیان لایو که من رو سرور داشتم، و خب ما میتونیم این عملیات کامپایل و دانلود رو با اون انجام بدیم. امیدوارم، البته من الان راه دور متصل هستم به این هایپرویزور. ما برنامه شخص من اینجاست و دوستم که بعد از این تعطیلات این هایپرویزور رو احتمالا پاک بکنیم و یک هایپرویزور آزاد روی این سرور نصب بکنیم، ولی الان فرصت خوبی است در این چند روز تعطیلی که من این ویدیو رو ضبط بکنم و این رو به شما نشان بدهم. خب حالا ما شروع میکنیم جلو رفتن. آها، در ضمن نکته من خدمتون بگم و اونم اینجاست که نامگذاری گنتو بر حسب پنگوان گنتوست که یه پنگوان بسیار سریعی هستش و به همین دلیل بوده که این توضیح رو به این اسم نامگذاری کردم. خب من اینو ببندم. با این سایت تنز سودو ساتریکال هم دیگه کاری نداریم، این هم کاری نداریم. با این ریش ها، مالا همین ریش ها رو همجوری باز میذارم، نمیدونم جادی هم یه بار ریشش خیلی بلند شده بوده، کدوم اینا رو نصب کرده بوده. حالا ولی خب حالا کاری نداریم. خب میریم جلو. ما بر اساس این هندبوک برای AMD 64 داریم میریم جلو. خب و خب میریم الان یه مقدار جلو که میریم، شما احتمالاً عادت دارید برای نصب توضیح های دیگه میرید و یه ایزو نصب اون رو دانلود میکنید. جنتو اینجوری نیستش، میتونید با یک سی دی لایو هر توضیح دیگری که الان من دبیان داشتم رو سرور، این دبیان تستینگ هستش باستر 10 XFCE، با همین نصب میکنم و میرم جلو، هیچ اهمیتی ندارد. و این الان من به صورت لایف که روی این بوت هستم یه سری کار انجام میدم. اینجاست که ببینید روی رم من دارم الان کار میکنم، الان به هارد دست نزدم. خب این رو آپدیت میکنم، دیویدی لایف باستر و حتی ورژن قدیمیشم که بود این توانایی رو میدن چون از اوورلی اف اس استفاده میکنه روی رم به صورت ویرچوال، یعنی با ریبوتی نبند خواهد رفت. ما میتونیم آپدیت کنیم، یه سری پکیج ها رو نصب کنیم و خیلی کارهای دیگه. من یه سری پکیج های کمکی نصب میکنم که یه مقداری کار ما رو آسون بکنه. ویمو نصب میکنم، اسکرین رو نصب میکنم، این یه اسکرین مولتی پلکسر هستش، چند صفحه از ترمینال داشته باشیم. خب بعد اچلاپ رو نصب میکنم که ببینیم که چقدر از سی پی یو ها برم داریم استفاده میکنیم. اسپیدومیتر رو نصب میکنم که سرعت اینترنتی که داریم دانلود یا آپلود میکنیم رو به ما نشون بده. بعد دیگه چی نصب کنم؟ فعلا بذارید اینا رو برم. خب اینا همجوری که گفتم روی رمه. این یه خورده اینو کوچیک‌تر کنیم. من دارم سعی میکنم از فونتی استفاده کنم که بزرگ باشه تا جایی که میشه خانا باشه. خب برمیگردیم اینجا. ببینید برای دانلود گنتو که میریم یه مینیمال اینستالیشن سی دی خیلی کوچیکه، میبینید همه چی رو منتها تو این باید تو ترمینال انجام بدید. بدون سی دی لایو به شما ارائه کرده، خودش هم توضیح داده که میتونید از سی دی بقیه توضیح ها استفاده کنید که در مورد ما صادق هستش. ما میایم اینجا دوباره توی هندبوک. خب میایم پایین تر، میبینید که چقدر این طولانیه، همون فهرست مطالبش خودش کلی هستش. میریم جلو، قسمت های مختلفش رو با ما شرح داده، اومده گفته که چه نیازهایی ما داریم و مثلا برای اینکه بوت بکنیم اینقدر نیاز داریم، ولی برای نصب ما خب طبیعتا بستگی داره که میخوایم چیکار بکنیم، یه دسکتاپ گرافیکی میخوایم یا حالت سرور بیست، که الان ما میخوایم دسکتاپ گرافیکی هم داشته باشیم. و در مورد دانلود اومده گفته که چگونه دانلود کنیم، ویریفای بکنیم که ایزومون درست دانلود شده. بعد این فایل ایزوی رو که دانلود کردیم رو توی ویندوز چگونه ویریفای بکنیم، توی لینوکس چگونه ویریفای بکنیم، چکسامش رو ببینیم، بعد ایزو رو چگونه برن کنیم روی دیسک. ویکی همه اینا رو توضیح داده، یا یعنی اینکه رو فلش اینا رو هم توضیح داده. میخوایم بوت کنیم، حتی نوشته که چه دکمه‌ای رو بزنیم که بوت منو بیاد.
بعد که بوت میشه اون بوت منو که میاد تنظیمات کرنل رو بدیم توی منوی سیسلینوکس که اینا رو اگر لازم باشه که الان ما احتیاج نداریم، ما همجور که گفتم با لایو دبیان بوت کردیم. کرنل ماجول ها رو چگونه فعال بکنیم برای مثلا پشتیبانی از یه دونه کارت شبکه مثلا یا استوریج دیگه به خصوصی که داریم، که باز این هم صادق نیست در مورد ما. نتورک رو چگونه دیتکت بکنیم که باز دبیان لایو اینا رو اوتوماتیک برای ما دیتکت میکنه، آی پی میگیره به وایرلس اگه لازم باشه با محیط گرافیکی وصل میشه و همه اینا رو راحت کرده. ما میخوایم به موارد جالب تری بپردازیم. از این مطالب میشه مقدار زیادی یاد گرفت. خب داینامیک هاست کانفیگوریشن پروتکل، چگونه آی پی بگیریم اگر دی اس سی پی داشته باشیم، چگونه به وایرلس وصل بشویم. خب اینا همه مطالب جالبیه برای بالا بردن اطلاعات میتونه مناسب باشه. آی پی دادن، تنظیم خود مفاهیم مربوطه به آی پی. خب روتا نیم سرورا برای تنظیم دی ان اس. خب ما میرسیم به مباحث جالب، یعنی پارچن بندی. خب میایم اینجا، من ls-lah/dev/sd ستاره. ببینید که ما الان هیچ پارتیشنی نداریم. اینجا اومده گفته که بخوایم پارچن بندی بکنیم با MBR یا GPT، هر کدوم به چه شکل هستش، برای بوت لگاسی یا بوت UEFI، که من الان برای سادگی این ویدیو و کوتاه نگه داشتنش از حالت لگاسی و MBR استفاده میکنم. پارچن بندی با BTRFS که من خودم شخصا از این برای کار اصلیم استفاده میکنم، ولی امروز با این کار نداریم، یا LVM Logical Volume هم باشون کاری نداریم. خب چگونه پارچن بندی کنید، اینا مطالب مناسبی هستش، ولی من باز همه چی رو ساده نگه میدارم، یه پارتیشن برای روت و یه پارتیشن برای سواپ. خب خب ما الان اینجا یه کاری بکنیم تو ترمینالمون. من اول اینو کلیر بکنم، یه اسکرین من میزنم که این اسکرین داشته باشیم. خب اسکرین در واقع توی یه دونه صفحه ترمینال ما میتونیم چندین صفحه داشته باشیم. خب من الان صفحه اولمو اسمشو میذارم ورک، یعنی جایی که قرار کار بکنم. یه اسکرین دیگه باز میکنم با اسم اچتاپ که توش هم اچتاپ رو اجرا میکنم، که الان شما میبینید که من به این VM 32 کور CPU، البته واقعا 32 کور من ندارم، این سرور جهت اطلاع شما 20 کور داره یا 40 تا ترد، که من از اون 40 تا ترد 32 تاشو بهش اختصاص دادم، ولی 20 کور هستش، 20 کور هستش، و میبینید که من به این 32 گیگابایت رم اختصاص دادم و خب این هاردور قوی هستش، عملیات کامپایل ما رو سریع خواهد کرد. جهت اطلاع سرعت هارد دیسک این هم یه چیزی اولوش 300 مگابایت در ثانیه است. SSD نیست ولی چون ریده به نسبت سریع، سه برابر یه هارد معمولی سرعت دارد. خب برمیگردیم، سه یا چهار برابر برمیگردیم. یه دونه اسکرین سشن دیگه باز میکنیم به اسم اسپیدومیتر، این برای اینکه سرعت اینترنت رو ببینی. میتر از روی ENS 190 که کارت شبکه اصلی ماست، ترانسمیت و ریسیو رو به ما نشون بده. خب این صفحه هم الان سرعت ما رو نشون میده. این اسکرین ببینید الان ما یه دونه داریم روش کار میکنیم، یه دونه سرعت سی پی یو ها رو یعنی میزان استفاده از سی پی یو ها و رم رو میبینیم، یه دونه هم که برای اینترنت اگر لازم باشه بهشون سویچ میکنیم. خب حالا برمیگردیم اینجا، پارچن بندی میخوایم بکنیم. پارچن بندی رو با پارتت میگه، با عرضم به حضور شما که اف دیسک میگه، احتمالاً همه اینا رو میگه. خب من الان با دوست دارم که خودم رو راحت بکنم با CF دیسک پارچن بندی میکنم.
/dev/sda. خب با مود داس میخوام یه پارچن 200 گیگابایتی برای روت میدیم، پرایمری باشد و بوتبل باشد. بعد پارتیشن بعدیمونم 40 گیگابایت، اینم پرایمری باشد و اینجاست که برای سواب باشد. خب اینو رایت بکنیم و یه دونه یس بزنیم و بعد کویت کلیر. خب ls/dev/sd ستاره و میبینیم اینه اومد. خب mkfs.ext4 با ext4 فرمت میکنیم /dev/sda1 را. بله فرمت شد و mkswap/dev/sda2 انجام شد. اینجا من برم توی صفحه دوم ترمینال اسکرین هم میبینیم ما سواب نداریم. swap on /dev/sda2 فعالش میکنیم، میریم دوباره توی اسکرینمون، توی اشتاپمون، صفحه اسکرین که مربوط به اشتاپه و میبینید که این اومد. خب برگردیم اینجا، اینا همه موارد پارتیشن بندی اینا رو گفته و بله بوتبل کردنش و همه چیز رو گفته، همه این فایل سیستم ها رو اومده توضیح داده، اینا رو همه رو باز به ویکی صفحات مختلف لینک داره، اگر آدم لازم باشه میتونه بخونه. مقدار زیادی ما مثلا پارچن بندی مختلف داریم، من حالا باید یه ویدیو جدایی در این خصوص داشته باشم و در مورد ضعف ها و توانایی هر کدوم از اینا صحبت بکنم. خب اینجا و اومده سواپ اینجا آن کرده که ما این کار کردیم، سواپ هم آماده کرده بوده که ما اون کار کردیم. حالا اینا اومده مانت کرده. خب و اینجا میبینید که توی /mnt/gentoo از روی لایو DVD یا CD لایو Gentoo بوت کنید اینو داره. اینجا ما اگه بریم توی CD/mnt باید خودمون بسازیمش و mount/dev/sda1 gentoo مانتش کردیم. و اگه اینجا من یه لیست بگیرم الان میبینیم که هیچی نداریم و یه TMP دایرکتوری اینجا گفته بود بسازید، اینجا ملاحظه میفرمایید و اینو برای همه دسترسی رید رایت داده که ما این کار رو میکنیم. یه کلیر سفر تمیز میکنیم، میم جلوتر. خب ببینید اینجا چیزی به اسم استیج تربال رو گرفته و این چی هستش؟ در واقع یه حالت انوایرومنت مینیماله، یه چیزی شبیه به بوتستراپ آرچ، ولی بوتستراپ آرچ تقریبا سیستم عامل کامله، یعنی شامل کرنل هم میشه، ولی این یه چیزی در حد پکیج منیجره. خب ما اینو الان میگیریمش، اومده و بعد اینجا اول تنظیم ساعت و تاریخ و اینا رو انجام داده که ما این کار احتیاج نداریم. بعد خب ببینید اون برای گرفتن اونها استیج 3 هم حالتی هستش که برای پلتفرم 3264 مولتی لیپ باشه، هر دو رو پشتیبانی کنه یا 64 بیت. من اگه توی این صفحه اصلی دانلود گنتو برم میبینیم که همین چیزی که داره، من فکر کنم فقط 64 بیت رو پشتیبانی میکنه و همینو میگیریم. بعدا آدم اگه لازم باشه میتونه اینا رو اضافه بکنه. برگردیم اینجا که میبینید رفته اینجا، گفته که اگر خب با یه دونه دیسک لایف، حالا خود دیسک لایف جنتو یا همین حالا مثلا در این مورد به خصوص دبیان که ما لایف کردیم، میگه با یه مرورگر یه براوزر گرافیکی مثل همین میرید و میبینید و بعد با دبلیو گت اینا رو میگیرید. اگر با سی دی مینیمال بوت کرده باشین، یه براوزر تحت خط فرمان هست به اسم لینکس
که میتونید یا لینکس، این دوتا با هم فرق داره ولی جفتشون تحت خط فرمانه، با اینا میتونید برید و این کار انجام بدید. ما به خودمون راحتی دادیم و گفته اینجا اگه لازم باشه پراکسی تنظیم میکنید که ما اینجا احتیاج نداشتیم، بعد میگه اینه که گرفتینش میتونید اینجوری ببینید که آیا فایل درستی گرفتین یا نه. من یه برنامه دیگه هم نصب کنم، روی رم دارم نصب میکنم، خب چیزی روی هارد فعلا invalid options. خب apt install aria 2 اینو من دارم میگم تو رم دیسک من این کار میکنم، یعنی تو انوایرمنت دبیان فعلا. روی هارد الان اگر چیز ببینیم، ما الان هنوز هیچی خالی نیست به جز این دایرکتوری تمپ که ما ساختیم. خب آریا تو بله استیج 3 آریا تو سی بگیره. بعد ببینم سرعت اینترنت من چقدره. ممکنه من این ویدیو رو در چند جا پاز بکنم، خب به هر صورت این کار خواهم کرد. این روند نصب طولانی خواهد بود خب، و من مجبورم که این ویدیو رو در چند قسمت ضبط بکنم. بله یعنی روی حتی یه همچین هاردور قوی هم ممکنه چند روز طول بکشه، کار ما آسان نخواهد بود. خب حالا چه برسه به یه کامپیوتر معمولی مثلا با 8 تا کور و نمیدونم 16 گیگابایت رم، چیز کلی طول میکشه خب. ولی خب الان این 2 دقیقه است. تو این فرصت من بیام این مداری برای شما داستان بگم، ویدیو رو نمیخوام قطع کنم. ببینید حالا ما الان داریم این کار رو میکنیم، این که ما آرچ نصب کرده باشیم یا گنتو نصب کرده باشیم یا حتی LFS نصب کرده باشیم از ما آدم خفنی نمیسازه. من خیلی از افراد رو دیدم که خب مثلا کاربر اوبونتو، فدورا، دبیان بودند، به خصوص فدورا، دبیان و آرچ، و آدمای هامبل، آدمای بسیار خاکی بودن و بسیار با دانش بالا. و این که شما از چه توزیع استفاده میکنید و یه بار این کار کردین خیلی مثلا چیزی نداره که بگین آی من خیلی آدم خفنی هستم. نه، یه همچین ماجرای صادق نیست. خیلی مطالب میشه از هر کدوم از اینا یاد گرفت و دانشش آدم میتونه در هر کدوم از اینا بالا ببره. خب ببینیم در این فرصتی که این داره دانلود میشه، ما دیگه با این تب هم کاری نداریم، من اینو ببندم. خب اومده گفته چگونه چکسام هر کدوم از اینا رو چک بکنید. بعدم که این دانلود شد ببینید اینو اکستراک کرده، وریفای فایل، این فایل رو باز کرده. بعد ناکنید اینجا اومده فایل اتریبیوتس ها رو همه رو پریزرف کرده، نگه داشته و نامریک آنر، یعنی در واقع ببینید هر یوزر یه عدد به خصوص داره، یوزر نامبر داره خب، که اون رو هم پریزرف کرده خب، بر حسب چون با روت هستش تونسته این کار رو انجام بده. اگه یادتون باشه من به محض اینکه ترمینال باز کردم با sudo dash i در حالت روت قرار گرفتم و همین الان این اجازه رو به من میدهد. ببینیم الان چند ثانیه گذشته، چقدر مونده؟ 37 ثانیه. خب باز من دلیل نداره که ویدیو رو پاز بکنم. آها خب الان جلوتر که بریم که بعد این کارو میکنه، اومده کامپایل آپشن ها رو تنظیم کرده. همونجوری که گفتم بر حسب اینکه ما میخوایم از چه فیچرهایی توی استفاده بکنیم، یعنی سی پی ما چی ساپورت میکنه، میتونیم کامپایل آپشن های به خصوصی بدیم. برای گنو کامپایلر کالکشن سی و سی پلاس پلاس کامپایلر ها خب. و اینکه جلوتر که میریم یه چیز دیگه مهم دیگه هم هست که الان به اون میپردازیم. خب ببینیم این تمام شد. بله این تمام شد، برگردیم. میخوام کار خودم رو راحت کنم، فکر کنم این کپی نشد. ال
slash xv pf stage x at dash include مساوی با ستاره دات ستاره و منفی نامریک داش آنر. خب ما الان داریم اینو باز میکنیم، این الان یه در واقع روت فایل سیستمی برای ما میسازه، پکیج منیجر رو برای ما بله به دیپندنسی های مورد نظر رو آماده خواهد کرد. بسیار خوب. یونیت بجز این فایلی که ما گرفتیم و این فایل TMP که دایرکتوری که ساخته بودیم اینا اضافه شد. بسیار خوب. Configuration Option این فایل کانفیگی هستش که ما باید ادیتش کنیم. اونجا با نانو ادیت کرده، من با ویم ادیت میکنم. بسیار خوب. چیزی که اینجا داده ببینید، این گفته که برای آرشیتکتور نیتیو، یعنی گفته که آقا خود دیتک کن ببین که آرشیتکتور چی هستش و بر اساس اون خودتو اپتیمایز بکن. ما همینو میزنیم. یه چی گفته؟ کل در مورد اپتیمایز کردن جی سی سی مقاله ویکی کامله. اپتیمیزیشن دیفالتش دوه و بعد گفته با سه نرید، یه مقدار ایشو داره، ولی اگه مایل بودین هر کدوم از اینا رو میتونید برید ببینید. خب میتونید برید ملاحظه بکنید. آها این مورد جالبیه اینجاست که میگه که آها این مورد پایپ هم اجازه میده که چند تا کامپایل شدن چند مورد مختلف با هم انجام بشه، که این اگر رم کم داشته باشین نباید این کارو بکنید. خب این نشون میده که از چند کور برای کامپایل به صورت همزمان میتونید استفاده کنید، که ما با این کار داریم. من به این اینجا نوشته که اگه دقت بکنید نوشته که تعداد این کورهایی که میخواین استفاده کنید و بذارید به میزان تعداد کورهای سی پی یوتون به علاوه یک، ولی من در این مورد به خصوص بنا به دلایلی میدم که تعداد ترت هایی که دادم یعنی 32 من های دو. خب و خب حالا نکنید، ما میرسیم به مبحث شیرین چنج روت، که این یه مبحث خیلی مهمه. از این خارجم بیام بیرون. و چنج روت چیست؟ چنج روت اینجاست که وقتی شما حالا با یه انوایرمنت لایو مثلا این حالت، یا بعضی وقتا نه یه دونه هاردی که روش سیستم عامل دیگری نصب رو میتونید مانت کنید و بعد اونو به شکل مناسبی اگه پارتیشنشو مانت کنید در جایی میتونید بهش چنج روت کنید، یعنی انگار که میرید و از همون انگار با اون بوت شدید منتها در محیط تکست، خب در محیط ترمینال، و میتونید اقدام به خطایابی کنید، حتی میتونید آپدیتش کنید، پکیج نصب کنید، حذف کنید. و اینکه خیلی فکر میکنن که برای چنج روت کردن حتما باید چیز باشه، با همون توضیحی که روی نصب هستش با لایو اون بوت کنید، ولی این ماجرا صادق نیست، فقط معماری باید یکی باشه. میبینید که الان من با دبیان دارم چنج روت میکنم به گنتو. خب بعد اینجا اومده یه دونه میرور سلک کرده، ما الان این کار نمیتونیم بکنیم چون با دبیان بود شدیم، اینو نداریم روی دیسک دبیان که بیاد سریع ترین میرور رو پیدا بکنه و نمیخوایمش. حالا با این کاری نداریم،
این مهمه. برای رپوزیتوری آمده، چیزی درست کرده و تنظیم دیفالت رو اومده اینجا کپی کرده توش. بعد اومده این نشون داده که اینو مثلا با دستوری مثل کت اومده گفته این اینجوریه، از اینجا قراره بگیره. اگه بخواین ما این دستور رو داشتیم روی لایو یا میخوایم اینجا میتونیم ادیت کنیم از یه دونه مخزن لوکال استفاده کنیم بنا به دلایل دیگر یا سریعتر، که ما با این کاری نداریم. کپی کردن دی ان اس برای نیم سرور است، از روی سی دی لایو اینا رو اومده کپی کرده اینجا، ولی ما میتونیم چیز دیگری بدیم. ما به این مباحث نمیپردازیم فعلا. این رو دیگه من resolve.conf رو برای نظر میگیرم که دوستانی که دارن این ویدیو میدونن میدونن چی. خب اما این مبحثی هستش، اینجا مباحث مهمیه. خب کاری که میاد انجام میده mount منفی t process ما از روی دیسک لایو یه چیزه رو بایند میکنیم به این environment slash mnt slash gentoo. خب mount our bind slash dev dev mount منفی our bind slash sys sys بعد mount اینجا نکنید این make اسلیوا. خب که برای میگه که اگر میخواهید سیستم نصب کنید اینا ضروری است. make our slave درسته ببینم، بله سیس و دف، بله این کارم کرده. بعد اینجا میگه که در مورد بعضی از مدیاهای لایو غیر گنتو بعد این کارم بکنید، که خب خوشبختانه ما دبیان داریم، دبیان کار غیر استاندارد نمیکنه. اینجا اومده خب الان نکنید چنج روت کرده دیگه به این دیگه. از اینجا به بعد الان ما اومدیم روی هارت توی این ترمینال. بعد این تنظیمات پروفایل رو سورس کرده و بعد اومده پرامپت ترمینال رو یه چیز داده که متمایز باشه. من اصلا یه همچین چیزی دادم، این دبیانی که اینجا نوشته، ولی میدونین در واقع ما الان تو محیط چنج روت گنتو هستیم. خب اینجا ببینید اگر پارچین بوتمون جدا بود اینو اینجوری مانت کرده که در مورد ما صادق نیست. حالا اینجا اومده بیلد سیستم رو گرفته و آرسینک کرده و ورده ذخیره کرده روی هارت. خب من الان یک کاری میکنم، یه تایم هم میدم جلو این دستور که ببینیم این چقدر طول میکشه. این دیگه به سرعت اینترنت ما مربوطه. خب الان داره این فایل رو میگیره، من میرم توی ترمینال دوم یا سوم اسکرینمون. اینجا سرعت رو میبینیم، من با سرعت 1.4 مگابایت یا مثلا 14 مگابیت داریم دیتا میگیریم. خب طبیعتا الان فقط چون داریم دیتا میگیریم نه از رمی استفاده میکنیم نه از کوری، این داره یه سری فایل رو دانلود میکنه. ببینیم این چند ثانیه طول خواهد کشید. اندازه این فایل زیاد نیست، اگه لازم باشه من اینجا پاس خواهم کرد، ولی فکر نمی کنم این طول بکشه، کارهای اصلی مونده. خب تو این فرصت من ببینم که میتونم برای اینکه ویدیو رو پاس نکنم توضیح بدم. آها خب بله، بعد گفته که اگه چند روز گذشته، میگه این اغلب ای بیلد آخرین ورژن نیازی به اینکه دوباره سینکش بکنید وجود نداره. خب
یعنی الان ما یه پکیج اضافه کردیم برای بیلد کردن دیگه، میتونیم اونو آپدیتش بکنیم با دستور، ببینید پکیج منیجر اصلی گنتو امرجه خب، ولی ما الان همچین چیزی احتیاج نداریم حالا، ولی خب بذارید این کارم میکنیم. آه اینو ببینید، این من این کار نمی کنم، نیازی به این کار نیست. اینجا میگه که در واقع یه سری ما نیوز داریم که اینا رو میتونیم ببینیم. ای سلکت نیوز لیست که میگه که مثلا به فرض جی سی سی مثلا چه اتفاقاتی افتاده، نمیدونم پرل آپدیت جدیدش چه چیزای جدیدی اومده، پایتون آپدیت به صورت پیش فرض فعال شده و خیلی موارد دیگر. خب ما اگر لازم باشه میتونیم اینا رو با دستور eSelect newsread بخونیم، اینا تعداد زیادی، اگر لازم باشه با پایپ مور یا مثلا یه همچین دستوری اینا رو بخونید. خب ولی ما الان این کار رو نمیخوایم، من همینی میزنیم که اینا دیگه تموم بشه، اینا رو همه رو نشون میده. الان اگر بزنیم دیگه نیوز جدیدی نیست. خب آها، خب حالا ببینید ما الان فعلا هیچی نداریم، خامه. خب بعد میگه که خب حالا انتخاب کن که میخوای چی نصب بکنی. این دستور آپشن های نرم افزارهایی که ما میخوایم نصب بکنیم رو، یعنی یه مجموعی از متا پکیج ها به ما نشون میده. یه چیزی که پیش فرض الان شما دارید 12 است، یعنی ببینید دقت بکنید، میگه که اینجا اگر این 17 بود یکی از این 17 رو نصب بکنید. خب من الان یعنی 17 خالی اگه بذارید فقط به شما ترمینال میده، بعد ورژن سکیور انهانس لینوکس یا هاردند یا دسکتاپش با گنوم یا پلاسما، حالا من این رو انتخاب میکنم شماره 20. این ورژن های 17.1 ورژن های اکسپریمنتاله، ما با اونا کاری نداریم. خب اینجا ای سلکت پروفایل ست 20، پروفایل ست 20. الان اگه ما ببینیم آره، از این 17 که بودیم شماره 12 که بودیم شدیم این. خب سیستم هم سیستم دی هم ما نصب کردیم. آها حالا این کار اصلی که ما باید بکنیم، این فرمان اصلی ماست. من الان آها ببینید یوز فلگا، اینجا نکته خیلی مهمی در مورد یوز فلگا است. خیلی پکیج ها آپشن های مختلفی دارن برای کامپایل شدن، که مثلا آقا مثلا به فرض از کیوتی پشتیبانی بکنیم یا نکنیم، از جی تی کی پشتیبانی بکنیم یا نکنیم. اینا هم مواردی که بچه که مدر برنامه نویسی کردن متوجه میشن. این از ایکس بیندو از مالتی گرافیکال پشتیبانی بکنیم یا نکنیم و خیلی چیزه دیگه. خب که این یوز فلگا باید آپدیت بشه، که این معلا اینو میزنیم احتمالاً این در حالت معمولی اگه یوز فلگا احتیاج به آپدیت نبود این خودش الان همه چی رو میرفت جلو، ولی الان من اینو بزنم there are the packages. میاد میگه که من یه یوز فلگی به ما میده، یه فایل موقتی ما میده که ما میتونیم اون رو بذاریم و به عنوان یوز پلاگ پیش فرض سیستم برای کامپایلر را استفاده بکنیم. در مورد خود این یوز پلاگ ها خب تعداد زیادی هن. حالا ما یوز پلاگ هایی که قرار استفاده بکنیم باید ببینیم، من چند تاشو به شما توضیح بدم. هم گفتم مثلا میبینید اینا هستن، خب مثلا با پشتیبانی SSL باشه یه سافر یا نباشه و خیلی چیزای دیگه. بعضی وقتا یه صاف اینا با هم کانفلیکت داره، یعنی برای بعضی چیزا، یعنی برای تک پکیج، اینا برای کل سیستم الان ما می‌خوایم یوز پلاگا رو تنظیم می‌کنیم، ولی برای بعضی پکیج‌ها با بعضی از یوز پلاگا اجباریه، بعضی وقتا نباید باشه، یعنی باشه کامپایل نمیشه، که اونا رو باید به صورت کیس بای کیس، مورد به مورد ما اینا رو تنظیم بکنیم، که اینا از کار آسونی هست بعضی وقتا، بعضی وقتا نیست.
حالا ببینیم این چی شد. خب Would you like to add these changes to your config files؟ ما میگیم yes. خب ببینید اینجا میگه که من یه دونه آتو این فایل رو به شما دادم. خب اگه من اینو ببینیم، پکیج نیز آپدیتینگ، این یوز پلاگ های اصلی سیستم الان هیچی روش نیست. خب ما اینو باید یه فایل موقت به ما داده با تنظیماتی که دادیم، که این رو با آپدیت تولز، یه آپدیت تولی که داره etc-update، اینو الان ما بزنیم میاد میگه که من یه همچین چیزی دادم. خب این رو یک میزنیم، فایل شماره یک. آها ببینید میاد میگه که مثلا چه چیزی، چه یوز چیزی احتیاجه، چه چیزی اجباریه. خب اینو بعد کیو میزنیم، بعد میگیم که replace original with update، اینو فایل اوریجینال هر چی بوده اوورایت کن، این جدید رو بذار، ما با این کار داریم. خب الان یوز پلاگ های کل سیستم رو اگه ما بخوایم ببینیم خیلی زیاده. خب میبینید اینا همه پس میشه به کامپایلر. خب ما الان این رو ببینیم، مثلا با پشتیبانی آلزا باشه، با پشتیبانی کش باشه، نمیدونم با پشتیبانی پی اچ پی، چیز خیلی زیاده، سواب باشه و خیلی چیزای دیگه. بعضیش خیلی نزدیک به سخت افزاره، بعضیش خیلی ممکن گرافیکال باشه. خب حالا کلیر بگیریم، صفحه رو تمیز کنیم. آها بعد اینجا میگه که اگه علاقه من بودین لایسنس های مختلف برای نصب نرم افزار و اینا رو میتونید چیزی که باش موافق هستین رو بیاین در این فایل درست بکنید، ولی خب پیش فرض چیزی که داره درسته. خب فعلا ما الان باید رو دوباره این دستور رو بزنیم، من اینو کنسل کنم کلیه. خب این احتمالا قسمت اول ویدیو ما خواهد شد. من یه تایم اینجا میزنم. خب این تایم رو اول دستور بذاریم، طول زمان اینکه چقدر قرار طول بکشه رو به ما نشان خواهد داد بعد از اینکه دستور کامل شد. من اینو میزنم. خب خورده اندازه فونتمون هم کوچیک کنیم. Would you like to merge these packages؟ همه پکیج هایی که ما داده بودیم بر اساس اون پروفایل ورد، یعنی کلش رو میخواهد بیاره. Yes. 270 پکیج. 21 مینید پکیج هایی که داخلم بود همه رو دوباره کامپایل خواهد کرد. خب حالا اینکه این چقدر طول میکشه به پارامترهای مختلفی، من جمله سرعت اینترنت، یعنی اگر من الان بیام اینجا تو اسپیدومیتر میبینید که ما الان داریم دیتا زیادی رو دانلود میکنیم. دیگه به اینکه قدرت سی پی یو ما الان میبینید از کره مختلفی داره استفاده میشه. خب و این بستگی به این داره که چند تا از برنامه بخواد کامپایل بشه. و اینکه سرعت هارد دیسک ما، بعضی وقتا باتلنک یعنی محدودیت سرعت هارد دیسک ما خواهد بود. خب و مهمتر از همه اینجاست که این برنامه رو چقدر خوب نوشته باشند. ببینید دوستان، شما اگر یه برنامه نویس سی باشید میبینید که خب مثلا میتونید فایلتون رو توی یه فایل سی بنویسین، یا یعنی اینکه اینو به چند فایل سی بشکنید و با
لینکر اینا رو بعدا با هم لینک بکنید. و اینکه شما اگر بدونید برنامه‌نویس خوبی باشین، حتما باید وقتی از یه میزانی تعداد خطوطی برنامه‌تون طولانی‌تر شد، می‌بینید اینجا داره از همه کورها در یه لحظه استفاده شد، چون برنامه احتمالاً آپتیمایز بوده. خب اگر چندین تا فایل سی باشه، اینا میتونه جداگانه از هم کامپایل بشه و این با چند کور مختلف کامپایل بشه و پرفورمنس بالا بره. همچنین اگر شما یه فایل داشته باشین یه خطش رو دست بزنید، همش دوباره باید کامپایل بشه. ولی اگر اینو به لایبرری های مختلف شکسته باشین، فقط اون لایبرری هایی که یا مثلا مین فایلی که تغییر دادید باید دوباره کامپایل بشه، نه همه چیز از اول. خب پس اینا رو مد نظر قرار داشته باشین، از روش های درست برای برنامه‌نویسی استفاده کنید. توی در واقع پروژه های بزرگ محدودیت هایی میذارن، یعنی میگن نمیشه یه تک فایل از یه حدودی خط بالاتر بره. در مورد برنامه هایی که کامپایلت هستن، اینترپرتد نیستن، حتی اینترپرتد هم باید یه همچین محدودیت هایی آدم رعایت کنه برای موارد دیباگینگ. خب و خب این الان داره میره جلو. همونطور که من گفتم پارامترهای مختلفی از در واقع سیستم در اینکه این چقدر بره جلو دخیل هستش. میبینید اینجا داره فایل مختلف رو کامپایل میکنه، الان خیلی این طولانی است. خب الان یه پکیج الان تموم شد، 70 270. من اینجا باید این ویدیو رو قطع کنم و در یک فرصت دیگری بیام و ادامه بدم این کارو. خود وی ام رو واز میذارم، فقط قطع میشم از سرور، دوباره بعدم میریم و ادامه کار رو در قسمت بعدی ویدیو خواهیم دید. خب پس فعلا